همراهان عزیز سلام، خیلی خوش اومدین به یک قسمت دیگه از آموزش زبان اسپانیایی بامبو لنگویجز. من زهرا همتی هستم. در درس امروز می‌خوایم با هم دیگه راجع به استراتژیاس د کامونیکاسیون یا یه سری استراتژی برای برقراری ارتباط با هم صحبت بکنیم. درس امروزمون مربوط به کلمات و جملات و عبارت‌هاییه که زمانی که متوجه نشدیم به ما چی گفتن یا اینکه حتی می‌خوایم مطمئن بشیم که آیا اون حرفی که ما زدیم رو مخاطب ما فهمیده یا نه، تو این جور مواقع میتونیم ازشون استفاده بکنیم. قبل اینکه بریم سراغ درسمون، خودتون میدونین که تنها راه حمایت از ما اینه که در چنلمون سابسکرایب بکنیم و بعد هم بتونیم ویدیوهامون رو به صورت رایگان تماشا بکنیم. خب بدون اتلاف وقت میریم سراغ درسمون. همونجوری که بهتون گفتم امروز میخوایم راجع به استراتژیاس د کامونیکاسیون صحبت بکنیم، یعنی استراتژی های ارتباطی. درس امروزمون منحصرا راجع به عبارت هاییه که این پارتی که میخواییم با هم دیگه ببینیم، زمانی که cuando no entendemos algo، یعنی زمانی که چیزی رو متوجه نشدیم، زمانی که یک نفر حرفی به ما زده و ما مطمئن نیستیم که آیا اون پیغام رو درست گرفتیم یا نه، آیا منظورش رو درست متوجه شدیم یا نه. با اولین عبارت و ساده ترین عبارت این قسمت رو شروع میکنیم و اون هم puedes repetírmelo por favor. این عبارته puedes repetírmelo por favor. این رو در درس‌های خیلی اول هم داشتیم. حالت‌های مختلفی هم میتونید ازش در بیارین. podrías، puede، برای usted. فرقی نمی‌کنه که این puede رو به چه صورتی صرف بکنین. خیلی ساده می‌خوایم بگین میشه دوباره بگی، میشه دوباره تکرارش کنی و این جمله اینجا هست. puedes repetírmelo por favor. پس زمانی که no entendemos algo، این اولین سوالیه، یکی از اپسیون هایی که میتونین داشته باشین این هست. حالت بعدی زمانی هست که میخوایم بپرسیم چی داری میگی. مثلا ترجمه یا معنای عبارتمون به این صورت میشه، چی داری میگی یا چی. como dice یا como dices. حالا اینجا من dice و dices که براتون نوشتم، usted و تو اومدم براتون نوشتم. اگه میخواین استاد خطاب کنین میگین کومو دیسه، یعنی چی میگی، چی داری میگی، یا حتی چی گفتی، چون میخواییم بگیم که من متوجه منظورت نشدم. و اگه خواستین تو خطاب کنین کومو دیسس، یعنی چی داری میگی یا چی گفتی. عبارت بعدی no entiendo qué quiere decir یا no entiendo qué quieres decir، یعنی نمیفهمم چی میخوایی بگی. اگه خواستین استاد خطاب کنین no entiendo qué quiere decir usted. ولی نکته ای که داره این quiere، به جز این که برای استاد هم جواب میده، حالت هایی که شما میخواییم بگین من نمیفهمم فلان چیز چی میگه. اصلا فرض کنین به یک کتاب، یک نوشتهی در یک کتاب میخواییم اشاره کنین و میخواییم بگین که من نمیفهمم این قسمت چی میگه، این چی میگه. خب این ما داریم در خصوص ال صحبت میکنیم دیگه، یعنی یه سوم شخصیه، یه آنیه در واقع به فارسی اگر بخوایم بگیم. برای این حالت خب فعلمون سوم شخص میاد. نو انتیندو که کیره دیسیر استا پارته، من نمیفهمم این قسمت چی میخواد بگه. اینجا کیره خب متعلق به استا پارته هست، درسته؟ پس اینم گفتم که مد نظر داشته باشیم، میتونن اینجوری هم استفاده بشن. حالت بعدی پردونه پرو نو لی انتندیدو بین، میگه منو ببخشید ولی درست متوجه حرف شما نشدم، درست نفهمیدم چی میخوایم بگین. فعلمون پردونار هست، اینفینیتی باش، که خودتون میدونی اگه بخواد امر برای استد بشه میشه پردونه. اگر بخواد برای صرف تو، شخص تو اگر بخواد امری بشه میشه پردونا. و در اونجا باید به جای ل بیاین ت استفاده کنین، ت انتندیدو بین. پس دو تا حالت، یا پردونه پرو نو ل انتندیدو بین، یا پردونا pero no te he entendido bien. درسته؟ این خب با اون باید تطابق داشته باشه. و جمله بعدی entonces quiere decir que، میگه خب پس بنابراین میخوای بگی که، یا شما میخواید بگید که، یا حتی مثل اون حالت مثال کتابه، فرض کنین این قسمت، این پاراگراف میخواد بگه که، entonces quiere decir que. پس این هم از یک حالت خیلی ساده بریم. و جمله آخرم که باز توی درس‌های اول داشتیم، که سیگنیفیکا؟ ایسو که سیگنیفیکا؟ اینی که داری میگی یعنی چی؟ که سیگنیفیکا ایسو؟ این یعنی چی؟
اینو توی این مواقع میتونید استفاده کنید، ولی همچنین زمانی که شما معنای یک واژه رو هم میخواین بدونید از این استفاده میکنید. یعنی مثلا من میخوام بگم آقا چه میدونم توالی یعنی چی؟ اصلا به فارسی به شما بگم. وقتی میخوام معنی یک کلمه رو بپرسم میگم که سیگنیفیکا. حالا اسپانیایی مثلا میخوام بگم که سیگنیفیکا کامارا ان اسپانیول. کامارا به اسپانیایی یعنی چی؟ چه معنی میده؟ پس همه رو کاور میکنه. بریم قسمت بعدی و یک سری استراتژی‌های دیگر رو با هم دیگه یاد بگیریم. خیلی خوش اومدین به پارت دوم. این قسمت کواندو نو سابموس کومو دسیر آلگو، یعنی وقتی که نمیدونیم یه چیزی رو چجوری بگیم، ما منظورمون رو نمیتونیم برسونیم، دنبال یه چیزی میگردیم، یا حالا کلمهشو بلد نیستیم یا نوک زبونمون یادمون نمیاد، به هر صورت نمیتونیم اون حرفی که میخوایم بزنیم رو درست انتقال بدیم. بعد شروع میکنیم آدرس دادن. به عنوان مثال ایس آلگو es una cosa, es un objeto, ta ta ta. یه چیزیه، یه شیئیه، همه algo, una cosa, un objeto یعنی یه چیزی، یه شیئی. objeto یعنی شیئ، اصل معنیش una cosa که خیلی واضحه یعنی یه چیزی، es algo که هم ضمیر مبهمه یعنی یه چیزیه. que sirve para یعنی به درد چی میخوره. مثلا میگین که آقا فرض کنیم میخواییم راجع به درباز کن صحبت کنیم. میگیم es un objeto que sirve para abrir las botellas مثلا. برای به درد میخوره برای باز کردن در بطری. sirve para بعد اینجا میایین میگیم که خب به چه دردی میخوره. خب sirve para tal cosa. این قسمت هم میایین یه عبارت از خودتون میذارین. یا حتی میتونین به جای sirve para عبارت بعدی es algo, es una cosa, es un objeto que se parece a, parecerse a یعنی به چیزی شبیه بودن، ماننده یه چیزی بودن. وقتی میخواییم بگیم که یه چیزیه که شکل، مثلا فرض کنیم من یه چیزی تو ذهنمه، حالا به هر دلیل یا یادم نمیاد یا هرچی، میخواییم بگم یه چیزی شکل ساعت میمونه. es algo que se parece a un reloj. یا حتی که سپرسه ال رلوخ، فرقی نمی کنه اینجا. سپرسه آ، دارم چی میگم؟ میگم شکل ساعت میمونه. که سپرسه آ الگو، بعدش بعد یه شیعی رو قرار بدین، چون داریم میگیم به یه چیزی ماننده یا شکل یه چیزی هست. و یا حتی میتونیم بگیم اس الگو، اس اونا کوسا، اس اون اوبجتو که سه پوید انکنترال ان، کجا میتونم پیداش کنم. فرض کنیم یه بازی چیستان رو داریم طراحی میکنیم، آقا ما یه تیکه لباس مد نظرمونه. وقتی میخوایم بقیه رو راهنمایی کنیم بهشون آدرس بدیم، مثلا من میگم که اس الگو که سه پوید انکنترال ان لاس تیندس د روپا، یه چیزیه که تو لباس فروشی پیدا میشه. کلمه مد نظر من مثلا تیشرت بوده، درسته؟ پس که se puede encontrar en، دوباره اینجا شما یک لوگاری رو میخواین، یک مکانی رو میخواین، درسته؟ پس این یک مدل از این که شما بیاین در واقع توصیفش بکنین بیشتر و یک سری راهنمایی ها بدین به مخاطبتون که بتونه منظورتون رو متوجه بشه. عبارت بعدی که میتونید استفاده کنین es como ta ta ta, pero más ta 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 یا pero menos ta ta ta. مثلا میخواین بگین که مثلا فرض کنید اس کومو تا 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 یعنی مثل یه چیزی میمونه، اینجا اون چیزه رو میذارین. خب مثلا فرض کنید میخواییم بگین که شبیه مثلا چی میمونه، شبیه مثلا بادکنک میمونه ولی محکم تره، سفت تره، درسته؟ یا مثلا با دوام تره. وقتی مس و منوس میذارین میان یه صفتی رو اینجوری بهش اضافه میکنین. من وقتی میگم محکم تره یا با دوام تره، مثلا پرومس مس دورو مثلا یه همچین چیزی میتونیم بگیم، یا منوس پرومنوس، اینجا دیگه میان یه صفت کمتری رو براش میذارین، درسته؟ پس به همین صورت اینجاها که سه نقطه داره، اینا رو خودتون باید با چیزایی که اون شیئی که مد نظرتونه، هر چیزی که هست، میتونید اینا رو پر بکنید. و عبارت بعدی es lo contrario de تا تا تا. es lo contrario de یعنی برعکس یه چیزیه، مخالف یه چیزیه، دو تا چیز که روبروی هم قرار میگیرن. فرض کنین دوباره برگردیم به بازی چیستان.
من میخوام مثلا تیشرت تو ذهنمه ولی میخوام یه راهنمایی بدم. حالا خیلی منطقی نیست این داستان، ولی فرض کنید واقعا یه بازیه. میگیم es lo contrario del pantalón، متضاد یا برعکس پانتالون چی میشه؟ حالا دیگه خیلی طرف باید باهوش باشه به تیشرت فکر کنه، ولی همینجوری برای اینکه حالا یه مثالی بزنیم. وقتی میخوایم یک مخالفی رو بگیم، دوتا چیز که روبرو همن، es lo contrario de، یعنی متضاد فلان چیزه یا برعکس و مخالف فلان چیزه. و در نهایت کومو سدیسه، شما توصیفاتتون رو دادین ولی میگین آره این حالا هر چیزی که هست کومو سدیسه، یعنی چجوری میگن، چجوری گفته میشه این، چون نمیتونین پیغامتون رو برسونین. وقتی این حالت اتفاق میفته کومو سدیسه تال کوسا، اون چیزی که تو ذهنم نمیتونم بگم کومو سدیسه. فرض کنین دارین با یه نفر صحبت میکنین راجع به یه ماده غذایی که تازه دیدین، مثلا باهاش صحبت میکنین که آره رفتم مثلا فلان چیزو دیدم، یه بافت مثلا نرمی داشت، حالا فلان بود و اینا، تو آشپزی مثلا پرویی ها استفاده میشد. کومو سدیسه استو، یعنی این چیزی که دارم برای توصیف میکنم چی اسمش؟ کومو سدیسه. پس اینم زمانی که نمیتونیم منظورمون رو برسونیم. و دو تا عبارت آخر برای وقتی که شما شک دارین آیا طرف مقابل حرفتون رو متوجه شده باشه یا نه، یعنی شما پیغام خودتون پیام رو کاملا رسوندین ولی از طرف مقابل شک دارین و دوچار تردید هستین که این آیا متوجه شده حرف منه یا نه. توی اینجا میتونین دو تا عبارت استفاده بکنین. No sé si me explico، میگه نمیدونم منظورم رو متوجه میشی یا نه، نمیدونم منظورم رو فهموندم یا نه. حتی سوالیش me explico یعنی متوجه منظورم میشید، منظورم رو دارم میفهمونم بهتون. یه استاد سریع کلاس میتونه بگه me explico یعنی میفهمین چی میگم بچه ها، متوجه منظورم میشین. پس به حالت های مختلف میتونین استفاده کنین. فعلتون اینجا explicarse هست، یه فعل پرونومینال. و عبارت آخر دوباره sabes lo que quiero decir، میدونی چی میخوام بگم. شما یک مثلا یه دیسکوسیون دارین، یه بحثی دارین، آقا من نظرم اینه، شروع میکنین ایده پردازی کردن، شک میکنین که آیا فهمیدن منظورتون است. سابس لو که کیرو دسیر، متوجه منظورم میشی، میفهمی چی میخوام بگم. سابس لو که کیرو دسیر. و این هم پس این دوتا عبارت کاربردشون با اون قبلی ها فرق میکنه، به خاطر همین با رنگ قرمز براتون نوشتم. حواستون به این نکته فقط باشه. درس امروزمون به پایان رسید، یک درس خیلی کوچیک ولی فکر میکنم خیلی خیلی کاربردی باشه، مخصوصا تو دیالوگا و کانورساسیون های کلوکیال و دیاری های شما، روزانه شما. امیدوارم که ازش بهره ببرید و براتون مفید بوده باشه. همونجوری که میدونید سوال و مشکل هر چیزی که هست تو کامنت ها برام بنویسید، در اسرع وقت بهش جواب میدم. تا جلسه دیگه و درس دیگه، ادیوس اسموس.